فیلم آمبروکن یا شکست ناپذیر فیلمی بر اساس زندگی واقعی یک قهرمان آمریکایی المپیکه که در جنگ جهانی دوم اسیر ژاپنی ها میشه. این فیلم توسط آنجلینا جولی کارگردانی شده در سال 2014. در اینجا میخواییم 7 از اصطلاحات مهمی رو که در این فیلم به کار رفته همراه با نمایش تکایی از فیلم معرفی کنیم. با ما همراه باشید. من مالک میرزایی با سری آموزش های انگلیسی با فیلم در خدمتتون هستم. ازتون خواهش میکنم برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کرده، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله توپر رو بزنید که هر وقت آموزش جدید منتشر شد از همه زودتر مطلع بشید. بدون فوت وقت میریم سراغ اصطلاح اول. صدایی که در اینجا شنیدید صدایی بود که از طریق بیسیم به افراد داخل یک هواپیمای جنگی مخابره میشه. قبل از ترجمه و بررسی دوباره دیگه این کلیپ کوتاه رو ببینید. چیزی که شنیدیم این بود: Here they come boys, call them out. Here they come boys, call them out. دارن میان بچه ها، حالشون رو بگیرید. در اینجا دو اصطلاح داریم. اون اولی که نمیشه گفت اصطلاحه. Here they come یعنی دارن میان. به طور مشابه میتونیم بگیم Here he comes یا Here she comes یعنی اون داره میاد. یا میتونیم بگیم Here we come یعنی ما اومدیم. چون کاملا کاربردیه به ذهنتون بسپرید. اما هدف اصلی من قسمت دومه. Call out یعنی نفس کش طلبیدن، به چالش کشیدن، به سراغ کسی رفتن. من اینجا ترجمه کردم حالشون رو بگیرید، چون اینجا معنی همون نفسکش طلبیدنه. دوباره میبینیم با تمرکز بیشتر. پس اصطلاح اولی که یاد میگیریم اینه: call out. call out یعنی نفسکش طلبیدن، به چالش کشیدن، مترادف با challenge. challenge. ویدئوی مربوط به اصطلاح دوم رو ببینید. رفیقش تیر خورده داره داد و بیداد میکنه. این برگشته بهش میگه You make me sick یعنی داری حالمو به هم میزنی. پس اصطلاح دوم این میشه: Make someone sick یعنی حال کسی رو به هم زدن، کسی رو شدیداً آزار دادن، کسی رو خیلی ناراحت کردن. بازم ببینید You make me sick. خب میریم سراغ مورد سوم. اصطلاح سوم اینه: Safe and sound صحیح و سالم. تماشا کنید. He's safe and sound with us. مجری رادیویی داره پشت رادیو در مورد سلامتی زامپرینی خالی بندی میکنه، میگه اون پیش ما صحیح و سالمه. جمله که گفت این بود: He is safe and sound with us. او صحیح و سالم پیش ماست. یه بار دیگه ببینید، خالی از لطف نیست. He is safe and sound with us. بریم سراغ اصطلاح چهارم. یکی از اصطلاحات مفید و کاربردی که از این فیلم یاد میگیریم اینه: Just like that. یعنی چی؟ یعنی به همین راحتی، به همین سادگی، ناگهانی. مترادف با suddenly. ویدئوی بعدی رو سیاحت کنید. There he goes just like that. سربازه به بغل دستیش میگه And there he goes just like that. یعنی اینم رفت به همین سادگی. There he goes یعنی اینم رفت. Just like that یعنی به همین سادگی، به همین راحتی. پس اینو هم به خاطر بسپارید. Just like that. اون جمله اولش هم جالب بود. There he goes. اینم رفت. یه بار دیگه ببینید. There he goes. Just like that. اصطلاح پنجم. Not one bit. یعنی چی؟ یعنی ابداً و اصلاً، به هیچ وجه، حتی یه ذره. فیلم رو ببینید. Didn't get any though, did they? Not one bit. دوباره. Didn't get any though, did they? Not one bit.
متن کامل مکالمه اینه. Didn't get any though. Did they? جواب میشنبه. Not one bit. یه بار دیگه. Didn't get any though. Did they? Not one bit. معنی مکالمه اینه. چیزی که گیرشون نیومد. اومد؟ حتی یه ذره. یا ابداً. اصلاً. Though یعنی به هر حال، به هر جهت، با وجود این، با وجود این که did they یک پرسش باره است، یک پرسش باره یا question tag. question tag ها سوالات کوچیکی هستن که از روی جمله اصلی ساخته میشن و در آخر جمله میان. خود این پرسش باره یه مبحث جداییه، باید در موردش یه فیلم کامل درست کنم من، واسه این دیگه زیاد توضیح نمیدم که حاشیه نریم. اما عبارت هستی not one bit. گفتیم not one bit یعنی حتی یه ذره، اصلا، ابدا. بیشتر از این توضیح نمیدم. بدیم سراغ اصطلاح ششم. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. بازم همون مجری ژاپنی. مجری رادیویی که پشت رادیو داشت صحبت میکرد. جمله که گفت این بود. The pleasure is all ours. The pleasure is all ours. مایه افتخار همه ماست یا مایه مباهات همه ماست. اگه بخوایم واسه یه نفر بگیم، واسه خودمون اینجوری میگیم، میگیم The pleasure is all mine. The pleasure is all mine. مایه افتخار منه. Pleasure یعنی لذت، خوشی، حال، اما به معنای افتخار هم به کار میره. در اینجا معنی افتخار میده. کلن از این اصطلاح تو مکالمات زیاد استفاده میشه به صورت مختلف. مثلا تو مکالمه میگیم It's my pleasure. مایه افتخار منه. مایه مباهاته. یا گاه هم به صورت خلاصه تر میگن My pleasure. یعنی سعادتیه. مایه افتخار منه. خواهش میکنم. یه بار دیگه. The pleasure is all ours. میریم سراغ آخرین اصطلاح. هفتمین و آخرین. Make it. Make it یعنی موفق شدن. make از اون کلماتی که معنی زیاد داره، به معنی ساختن، به معنی مجبور کردن و وادار کردن، از اینجور چیزا. با این کلمات میشناسیمش. اما وقتی همراه با it میاد به معنی موفق شدنه. ببینید. Most of them lost their minds. But they made it. جمله این بود. Most of them lost their minds. But they made it. Most of them lost their minds. But they made it. بیشترشون عقلشون رو از دست دادن اما موفق شدن، اما از پسش بر اومدن. lost their minds یعنی عقلشون رو از دست دادن. made it گذشته make it. نمیگیم اما آنها آن را ساختند، میگیم اما آنها موفق شدن. چطوری بفهمیم این اصطلاح معنی تحت و لفظی میده یا معنی اصطلاحی؟ این چیزی که به تجربه خود ما بستگی داره. در زبان فارسی هم از اینجور عبارت‌ها داریم. عبارت‌هایی که هم معنی اصطلاحی دارن هم معنی تحت لفظی. یه بار دیگه ببینید. مورد بعد رو ببینید. They made it, right? Yeah. They made it, right? Yeah. اولی پرسید. They made it, right? اونها موفق شدن، درسته؟ جواب شنید؟ یه. یعنی بله. چون اصطلاح قشنگیه یه مورد دیگه هم میبینیم. مال این فیلم نیست، یه فیلم دیگه است. جمله این بود. You're not gonna make it. You're not gonna make it. یعنی قرار نیست موفق بشی. یا ترجمه خودمونی ترش میشه. فکر نکنم موفق بشی. دوباره همینو ببینید. این آموزش هم به پایان رسید. امیدوارم این اصطلاحات جالب و کاربردی رو خوب یاد گرفته باشید. ویدیوها رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. اگه به دوستانتون معرفی کنید ما رو که خیلی بیشتر لطف کردید. اگه کامنت بذارید که خیلی 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 ما رو مدیون خودتون کردید. مخصوصا اگه نظری دارید، انتقادی دارید، اشکالی در کار می‌بینید، پیشنهادی دارید، آموزش خاصی مد نظرتون هست، ما خیلی خوشحال می‌شیم. امیدوارم همیشه تنتون پر از سلامتی باشه و جیبتون پر از پول. با امید دیدار.